مجاهد شهید دکتر مرتضی شفایی از اصفهان، 50 ساله، پزشک، در تاریخ 5 مهر 1360 در زندان اصفهان تیرباران شد. دکتر شفایی در جواب اظهار نگرانی یکی از بستگان نزدیکش که به او خطر دستگیری و غارت اموال و خانه توسط رژیم خمینی را هشدار می‌داد گفته بود: حق پیروز است. برای بت پرست بودن هم نباید حتما لات و عزا را بپرستی. همین که زندگیت و جاذبه های آن، شغلت و خانواده‌ات برایت ارزشمندتر از خدا شد، بت پرستی. ماها تهدید، شکنجه، ترتیب دادن صحنه های ساختگی اعدام، وعده و وعید و تطمیع از جانب دشخیمان خمینی، کوچکترین خلل و تردیدی در عزم استوار دکتر شفایی وارد نکرد و او به فرزندان مجاهدش پیغام داده بود که بچه ها بر سر تحقق آرمان مجاهدین استوار بایستید و از هیچ چیزی باکی به دل راه ندهید. مجاهد شهید معصومه هاشمی از تهران 21 ساله در عملیات فروغ جاویدان در مرداد 1367 به شهادت رسید. فرازی از وصیت‌نامه شهید: از روزی که با مجاهدین آشنا شدم، وقتی که سرگذشتشان را شنیدم، وقتی که ایثار و فدا و از خودگذشتگی هایشان را لمس کردم، وقتی که از دامن مریم متولد شدم و خود را آزاد و رها دیدم، به یک باره ترس و وحشت از من رخت بربست و حالا به این میاندیشم که مردن من مهم نیست. مهم آن است که مرگ من و زندگیم در افراد دیگر چه تأثیری دارد. آزادی بدون خونبها به دست نمی آید. مجاهد شهید مصطفی ابراری از خوی، 35 ساله، دانشجوی مکانیک، در عملیات فروغ جاویدان مرداد 1367 به شهادت رسید. از دست نوشته های شهید از کتاب فروغ جاویدان: به خاطر عشق و علاقه عمیقی که نسبت به زندگی و زیبایی های آن داشتم و با ایمان به معنای تکاملی زندگی، آزادی و رفاه اجتماعی و عواطف انسانی، در زیر پرچم سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود و مریم سلاح به دست گرفتم تا با دشمنان این ارزش‌ها، یعنی خمینی جلاد، بجنگم. ما انقلابیون موحد عاشقان واقعی مردممان و خلقمان هستیم و با شهادت خود شادی ها و زیبایی های زندگی را برای مردممان تضمین می کنیم.